به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به کسی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید گلبودین حکمتیار از موقف طالبان حمایت کرد و ای دارد که معاملات دولتی و قوانین در جامعه باید بر اساس فقه هنفی انجام شود به با باور وی شیعان تنها داد و ستیز شخصیشان را بر اساس فقه جعفری انجام داده می توانند. واکنش ها به حضور ظلمه خلیجات در ها طالبان نیاز به میانجی نیست در حال که ظلمه خلیزات فرستاده ویدی امریکا در عمر سلح افغانستان سرگم ریزنی ها در ده است اما سخنگوی دفتر طالبان میگوید که برای حل مشکل مذاکرات صلح نیاز به هیچ میانجی نیست دکتر نهیم سخنگوی دفتر طالبان به با این باور است که برای حل بحران چل سالی افغانستان نیاز است که بحث های مهم انجام شوند اما تاکید می که دو طرف برای به نتیجه رسانیدن این مذاکرات باید حوصله و تحمل داشته باشند سخنگوی طالبان افزود اگر عجله داشته باشیم که همه کارها در 20 یا یک ماه حل شود فکر میکنم که به هدف شاید نرسیم ما به کس اجازه نمی دهیم که در امور داخلی ما مداخله بکند در همین حال سفارت امریکا در کابل می که امریکا به دنبال تحمیل یک رای حل در مذاکرات صلح افغانستان نیست کاردار سفارت امریکا در کابل گفت ما و دیگر همکارانمان آماده همکاری هستیم ما علاقمند تحمیل کردن رای حل نیستیم اما هر آنچه که از سوی طرف ها در میز مذاکرات برای ما نیاز باشد ما انجام می دهیم. این در حال است که 20 روز از تلاش برای ایجاد یک کار شیوه برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان میگذرد اما هنوز هم مبنا قرار دادن توافق طالبان با آمریکا و نیز فقه حنفی که از سوی طالبان مطرح شده است از موانع برای ایجاد این کار شیوه دانسته می شوند با تداوم اختلاف بر سر ایجاد کار شیوه ظلمی خلیلزاد نیز در هست است و گفته می شود برای حل این اختلاف ها به ده رفته است اما چگونگی سفر آقای خلیلزاد به ده در کابل با واکنش های روبرو شده است کریم خرم رئیس دفتر رای پیشین در این باره گفت همین بنبست را یک کم مصنوعی ببینیم مانند اینکه جنجال رهایی زندانیان بود و دیدیم که در 11 سپتامبر این جنجال حل شد حالا هم من فکر می کنم که حل این موضوع به یک تاریخ مشخص ساخته شده است محمد عالم ازدیار معاون مجلس سنا نیز افزود این نشان می دهد که متاسفانه ما مردم افغانستان بدون فشار خارجی ها نمی توانیم به یک نتیجه برسیم تلاش های صلح افغانستان همزمان آغاز شده است با انتخابات ریاست جمهوری امریکا بسیاری ها به این باورند که نتیجه انتخابات امریکا برای مذاکرات صلح افغانستان نیست تا این کننده خواهد بود اما عبدالله عبدالله رئیس شورای مسالحه ملی میگوید انتظار ندارد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روند صلح افغانستان اثرهای زیاده بگذارد هیچ کس نمیتواند با اطمینان بگوید که نتیجه انتخابات در ایالات متحده چی تاثیرات خواهد داشت اما بر بنیاد تجربه های من بر بنیاد تعاملاتم هم با همکاران امریکایی، این سیاست تغییر چندان نخواهد کرد بر روال گذشته نخواهد رفت که همه سربازان به یکبارگی بیرون ساخته شوند شهروندان افغانستان در حال در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات سال هستند که بیس و 24 ولایت کشور در آتش جنگ می سوزند. از این میان تنها در یک انفجار موتر بم شده بر یک پاسگاه نیروهای دولتی در ولسوالی کرشک ولایت هلمند نو نیروی دولتی جان بختان و چهار تن دیگرشان زخمی شدند اداره احسایه فارسی را از بخش های زبان خارجی در فرم شناسنامه حذف کردیم اداره ملی احصایه و معلومات اعلام کرد که زبان فارسی و دیگر زبانهای ملی را از بخش زبانهای خارجی فرم آنلاین شناسنامه دوتونی حذف کرده است در جن فارسی و تاجیکی در بخش آشنایی با زبانهای های خارجی فرم شناسنامه الکترونیکی اعتراض شهروندان را در داشت احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احسایه و معلومات پنجشنبه ده میزان در یک نشست خبر اعلام کرد که به خاطر دیالگوری از سوی تفاهمات تمامی زبانهایی که متعلق سیستم سازمان بینالمللی استانداردسازی در سیستم شناسنامه الکترونیکی در بخش زبانهای ملی قرار دارد را از لست زبانهای خارجی در این سیستم حذف کردند او گفت که تمامی معلوماتی که در سیستم شناسنامه الکترونیکی و فلم آنلاین در شده به سال 1396 برمی گردد از سوی وزارت مخابرات افغانستان با شرکت سازنده این سیستم شریک شاخته شده است. به گفته آقای رسولی تمامی زبانهای ملی در فهرست زبانهای خارجی گنجانیده شده بود و اکنون هست شدن. او افزود اداره ملی احسایه و معلومات به تمامی های ملی و زبانهای رسمی و ملی احترام قائل است و به هیچ گونه برخورد سلیقه‌ای در برابر زبانهای رسمی و ملی کشور وجود ندارد در فرم جدید شناسنامه الکترونیکی که در وبسایت اداره ملی احصایه و معلومات گذاشته شده زیر عنوان آشنایی با زبان‌های خارجی از فارسی و تاجیکی به عنوان دو زبان جداگانه و خارجی نام برده شده بود این موضوع سبب اعتراض مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی شده بود کاربران شبکه های اجتماعی از این اقدام به عنوان تلاش برای ایجاد تفرقه یاد کرده بودند و خواهان توقف توضیح شناسنامه شده بودند. دکتر عبدالله پاکستان طالبان را وادار به کاهش خشونت کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالح ملی از پاکستان خواست است که با ایمال فشار بر طالبان این گروه را وادار به پذیرفتن آتش بس و کاهش خشونت کند. و گزارش از خبرگزاری Associated Press عبدالله عبدالله ارتش پاکستان گفته است که باید از نفوس خود بر گروه طالبان برای تحت فشار قرار دادن این گروه جهت کاهش خشونت در افغانستان استفاده کند. عبدالله نه تنها از پاکستان بلکه از واشنگتن نیز خواسته تا طالبان را وادار به کاهش خشونت کند. او به اشیسیت پرس گفته که اکنون زمان آن فرا رسیده است که طالبان پایبندی خود را به سلم نشان دهند و خشونت را به میزان قابل توجهی کاهش دهند در این راستا پارلمان اروپا در اعلامیه خشونت های اخیر در کشور را محکوم کرده و خواستار آتش شده است در این اعلامیه آمده است که از تمام جناها می خواهیم که آتش فوری و دائمی برقرار کنند نیاز از کاملان حملات تروریستی اخیر و خشونت مدام باید پاسخگو باشند حکومت افغانستان از این درخواست پارلمان اروپا استقبال کرده است صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری پنجشنبه در میزان در تیویت نگاشته است که حکومت از خواست پارلمان اروپا برای آتشبس فوری و دایمی و محکومیت خشونت استقبال می کند پارلمان اروپا با اشاره به مذاکرات صلح گفته است که روند صلح جامعه پیشرفت پایان دادن به چهاردهه کشتار با ویرانی و ایجاد ثبات امنیت و صلح در افغانستان است این در حال است که حدود سه هفته از آغاز مذاکرات صلح میانه هیئت دولت و طالبان در قطر میگذرد اما هنوز دو طرف در مورد اصول مذاکرات به توافق نرسیدن. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالح ملی میگوید عدهای های دولت و طالبان در مورد برخ مسائل اختلافی که مذاکرات را با چالش موضوع ساخته به توافق نزدیک شدن. یکی از مورد عمده اختلافی میان دو طرف تاکید طالبان بر مبنا قرار گرفتن فقه هنفی است اما عیت دولت میگوید که طبق قانون اساسی باید فقه جبری نادیده گرفته نشود سپاس که تا این دنبا با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوی دیگر بدرود